آموزش لینوکس اوبونتو در این بخشی ادامه مبحث آموزش تنظیمات لینوکس هستش، در خدمت شما هستیم. در بخش تنظیمات وارد بخش بلوتوث میشیم که مربوط به هاردور هستش. اگر بخوایم بلوتوث در اوبونتو رو فعال و یا غیر فعال کنیم، میتونیم به راحتی روی آن و آف کلیک کنیم در اینجا و با این کار بلوتوث روشن یا خاموش میشه. در بخش بعدی میتونیم رنگ ها در اوبونتو رو برای خودمون تنظیم کنیم. بخش دیسپلی که یکی از مهمترین بخش‌ها در تنظیمات لینوکس هستش، در اینجا قرار گرفته. اگر صفحه نمایش ما توسط لینوکس شناسایی نشه، در اینجا صفحه نمایشگر غیر قابل شناسایی رو به ما نشون میده که خب این به دلیل عدم نصب درایور هست. هرچند که در لینوکس نیازی به نصب درایورهای مختلف مثل ویندوز نیست، ولی در برخی موارد نیاز هستش که برخی از درایورها رو نصب کنید. در بخش رزولوشن هم میتونید انواع رزولوشن رو برای صفحه نمایش خودتون انتخاب کنید. همونطور که می‌بینید ما رزولوشن های مختلفی رو داریم که میتونیم هر کدوم رو که نیاز بود انتخاب کنیم. بنا به صفحه نمایش ما و اندازه صفحه نمایش میتونیم تغییرش بدیم. در اینجا روتیشن رو میتونیم در حالات مختلفی قرار بدیم. اینکه به صورت نرمال باشه، 180 درجه گردش داشته باشه و یا شکل های مختلف دیگه. در اینجا میتونیم اندازه تایتل بار ها رو بیشتر یا کمتر کنیم. یعنی اندازه قلم نمایشگر تایتل بار، یعنی در واقع اطلاعاتی که در اینجا نوشته میشه رو ما میتونیم تغییر بدین. اگر هم بعد از نصب درایور مجددا خواستین که صفحه نمایش شناسایی کنه، در اینجا روی دکمه دیتکت دیسپلی میتونین کلیک کنین. همونطور که مشاهده میکنین من روی دیتکت دیسپلی کلیک میکنم و از اونجایی که هنوز درایور نصب نشده مجددا صفحه نمایش رو نمیشناسه. خب با تغییر دادن این بخش مشاهده میکنین که پنجره اندازه فونت هاش بزرگتر و یا کوچکتر میشه که به راحتی شما میتونین اندازه دلخواه خودتون رو ایجاد کنین. در بخش جنرال آپشن هم میتونید انواع صفحات نمایش رو معرفی کنید. مثلا من صفحه نمایش غیر قابل شناسایی رو در اینجا معرفی میکنم و در بخش استیکی H هم میتونم حالت خاموش یا روشن رو داشته باشم که در واقع کاربردش اینه که یک صفحه نمایش به جایی که میخوام با حالت چسبان باقی بمونه یا نه، که به صورت پیشفرض در حالت آف قرار در حالت آن قرار میدم. و در نهایت هم در اینجا میتونم روی اپلای کلیک کنم تا این تنظیمات رو برای من نگهداری کنه. قبل از اینکه تنظیمات رو ذخیره کنه از من سوال می‌پرسه که آیا این تنظیمات تغییرات اتفاق بیفته یا نه، به حالت اول برگرده که من می‌خوام ذخیره کنم. خب مجددا به تنظیمات قبلی برمیگردم. در اینجا مجددا کیبورد رو در اختیار داریم. در بخش کیبورد هم میتونم به راحتی تنظیماتی رو که نیاز هست انجام بدم. اگر در اینجا تیک گزینه کیبورد پرس رو بزنم این تنظیمات بر من فعال میشه و اگر تیکش رو بردارم غیر فعال میشه. در اینجا هم مربوط به تنظیمات تکست فیلد هستش که میتونم فعال و غیر فعالش بکنم و همچنین میزان درجات اونها رو کم یا زیاد کنم. در بخش بعدی تنظیمات مربوط به موس رو داریم که میتونم بخش لفت رایت دکمه هاش رو تغییر بدم. یعنی اگر بخوام که جای کلیک چپ و کلیک راست عوض بشه که مربوط به استفاده چپ دستا هستش، میتونم در اینجا این کار رو انجام بدم. اگر روی رایت کلیک کنم کلیک راست و کلیک چپ من تغییر خواهد کرد. اگر هم بخوام که دابل کلیک رو سرعتش رو کمتر یا بیشتر کنم، در اینجا میتونم این کار رو انجام بدم که روی سلو اگه بیارم سرعت کمتر و روی فست ببرم سرعت بیشتر خواهد بود. در اینجا هم بخش پوینتر اسپین یا همون گردونه موس رو میتونم سرعتش رو تغییر بدم که میتونم رو حالت سلو یا در واقع فست قرار بدم. در بخش بعدی تنظیمات مربوط به شبکه رو در اختیار دارم که در اینجا میتونم شبکه رو به سیستم خودم اضافه کنم و یا اون رو قطع کنم. مثلا اگر من بخوام که در لینوکس خودم و در این سیستم عامل یک وی پی ان رو تعریف کنم، میتونم به راحتی از پروکسی نتورک ها استفاده کنم. روی مانوال در اینجا کلیک میکنم، میبینید آدرس پروکسی اگر HTTP بوده باشه، اگر HTTPS بوده باشه در اینجا مجدداً آدرس رو وارد میکنم، FTP و سوکت هاست رو هم در اینجا میذارم و میتونم با زدن اپلای سیستم خودم رو فعال کنم. اگر هم خواستم که کلا شبکه رو قطع کنم و در حالت پرواز قرار بگیرم، میتونم روی ایرپلن مود کلیک کنم و اون رو آن کنم که در این صورت شبکه اینترنت من به کل قطع میشه. خب موقتا غیر فعال میکنم. و اگر هم بخوام ارتباطات اینترنتی به صورت وایر یا وایرلس رو قطع کنم، هم میتونم در اینجا آن آف رو انتخاب کنم. همچنین در بخش آپشن تنظیمات دیگه‌ای رو من در اختیار دارم که میتونم از این تنظیمات استفاده کنم. به عنوان مثال من میتونم در این بخش انواع اتصالات اینترنتی رو تعریف کنم. همونطور که میبینید در بخش جنرال اطلاعات کلی در رابطه با اتصالات رو میتونم در اختیار داشته باشم. تمام یوزرها بتونن از اتصالات اینترنتی استفاده کنن و یا فقط یوزر خاصی
بخش اترنت رو میتونم در اینجا داشته باشم که در این بخش هم مک آدرس سیستم من در حال حاضر قابل مشاهده هستش. میتونم اسم کانکشن ها رو در اینجا تغییر بدم. به عنوان مثال من میخوام اسمش رو به فارسی بذارم اتصال اصلی شبکه و گزینه سیو رو بزنم و به همین ترتیب میتونم کارهای مختلف رو انجام بدم. همچنین شما میتونید شبکه رو از این بخش اضافه کنید، یعنی اگر شما خواستید به راحتی و با دردسر کمتری VPN رو فعال کنید یا شبکه جدیدی رو اضافه کنید، میتونید روی دکمه مثبت در اینجا کلیک کنید، از نوع شبکه حالت VPN یا غیر VPN رو انتخاب کنید که من VPN رو انتخاب کنم، روی کرییت کلیک میکنم. در اینجا از من اطلاعات مربوط به VPN رو میگیره، اینکه نظیر تو نظیر باشه و چه نوع شبکه‌ای رو بخوام ایجاد کنم. در اینجا کانکشن ها رو میتونم وارد کنم، یوزرنیم و پسورد VPN رو میتونم وارد کنم و در نهایت هم روی سیو کلیک کنم و اتصال من برقرار باشه. خب من در اینجا میتونم عبارت مورد نظر خودم رو وارد کنم، با عنوان مثال همون VPN connection، به این صورت VPN connection 1 رو میتونم انتخاب کنم یا اسم VPN که از اون استفاده میکنم رو بذارم. من در نهایت روی دکمه سیو کلیک کنم تا این تنظیمات ذخیره بشه. پس این بخش هم مربوط به تنظیمات شبکه بودش که کارهایی رو که در اینجا مشاهده کردیم میتونم انجام بدم. در ادامه بخش پاور رو در اختیار دارم که در اینجا میتونم انواع زمانهای مختلف برای در واقع معلق شدن یا اینکه به حالت خواب رفتن رو انتخاب کنم و اگر هم از باتری استفاده میکنیم در حالت باتری به چه شکل قرار بگیره رو میتونم استفاده کنم. میتونم کلا حالتی رو که هیچ وقت خاموش نشه بذارم و یا حالتهای مختلف دیگه. در این بخش هم یک میونبری به بخش تنظیمات لاک اسکرین دارم که در سری قبل معرفی شد. بخش بعدی تنظیمات مربوط به پرینترها هستش. در اینجا اگر من چاپکری رو به سیستم خودم وصل کرده باشم میتونم اون چاپکر رو انتخاب کنم و اد کنم. از اونجا که هنوز چاپکری ما به سیستم خودم وصل نکردیم در اینجا هم چیزی به ما نشون نمیده. اد پرینتر رو که در اینجا بزنید اطلاعات مربوط به پرینتر رو میگیره. اینکه شما پرینتر رو به صورت وایر و مستقیما به کامپیوتر خودتون وصل کردین و یا از شبکه میخواین استفاده کنی، یا پرینترهایی که تحت شبکه هستش میتونین از اینجا نتورک پرینتر استفاده کنی و با زدن کلید نتورک پرینتر میتونین با استفاده از اتصالات مختلفی به پرینتر، حتی شما میتونید از طریق اینترنت هم مثلا از یک شهر به پرینتر شهر دیگه متصل بشین و با دادن IP به راحتی از اون پرینتر استفاده کنی که این قابلیت های بسیار پیشرفته هستش که لینوکس در اختیار شما قرار میده. نوع کانکشن ها رو میتونید در اینجا تعریف کنید و در نهایت هم URL و همون IP آدرس رو میدین تا مستقیما به پرینتر وصل بشه. منتها باید پرینتری که از اون میخواین استفاده کنی هم جزء شبکه بوده باشه و به شبکه وصل بوده باشه. گزینه‌های بسیار زیادی در این بخش وجود داره که باید طی تمریناتی بتونی به اونها تسلط پیدا کنی. خب این پنجره رو می‌بندم. گزینه بعدی مربوط به تنظیمات صدا هستش که در اینجا میتونید شما سخت افزاری که در واقع سیستم عامل شما یا همون لینوکس برای تولید صدا استفاده می‌کنه رو در اینجا ببینی. سخت افزاری هستش که در اختیار شما قرار گرفته. شما میتونید در اینجا بالانس بین اسپیکرهای لفت و رایت رو تنظیم کنین، یعنی که تعادلشون رو برقرار کنین. میتونین تنظیمات صدا رو در اختیار داشته باشین با زدن کلید تست ساوند. این پنجره باز میشه و اگر شما از دو تا اسپیکر استفاده کرده باشین میتونین یا اسپیکر راست رو تست کنین و همچنین اسپیکر چپ رو. به این صورت همونطور که ببینین وقتی که آبی میشه صدایی رو از اسپیکر چپ پخش میکنه و وقتی روی دکمه راست کلیک میکنین صدایی رو از اسپیکر راست پخش میکنه. شما میتونید به راحتی تست رو انجام بدین تا مطمئن باشین که سیستم صوتی شما در حال حاضر کار میکنه. خب شما میتونید با استفاده از این گزینه صدا رو کم و زیاد بکنی. در این بخش اینپوت میتونین انواع ورودی هایی رو که سیستم شما پشتیبانی میکنه رو داشته باشین، اینکه از چه سخت افزارهای ورودی میتونه بگیره، مثلا از میکروفون، از لاین این های استاندارد میتونه ورودی بگیره. نوع میکروفون رو میتونید در اینجا انتخاب کنید و همچنین شدت دریافت صدا توسط میکروفون رو. دقیقا همون کاری که در اینجا برای افزایش صدای اسپیکر انجام میدیم اینجا هم میتونید کار رو برای میکروفون انجام بدین و یا حتی میتونید میکروفون رو به صورت جداگانه کلا صداش رو قطع کنید. ایمپورت لول رو میتونید در اینجا مشاهده کنید. وقتی که ایمپورت لول در اینجا بالا پایین بشه و درجات اون رو ببینید شما میتونید شدت صدایی رو که سیستم شما داره ورودی میگیره رو هم ببینید. در بخش بعدی ساوند افکت میتونید صداهای مختلفی رو که سیستم شما تولید میکنه رو در اینجا ببینید و اونها رو کم یا زیاد کنید. اینکه مثلا یک پنجره رو میبندید یا ارور دیده میشه چه صدایی پخش بشه رو میتونید در اینجا
شما مشاهده کنید که در حال حاضر به صورت دیفالت هستش. در بخش اپلیکیشن ها هم شما اگر نرم افزارهای صدایی رو که مخصوص کار با صدا هستش رو نصب کرده باشین، در اینجا میتونید اونها رو مشاهده کنید و مدیریت کنید. از اونجایی که ما هنوز نرم افزار صوتی خاصی رو نصب نکردیم، در اینجا هم اپلیکیشنی به ما نمایش داده نمیشه. به حالت تنظیمات قبلی برمیگردیم، یعنی All Settings. در اینجا هم اگر شما اتصالات قلم نوری داشته باشین، یعنی از قلم نوری در سیستم خودتون استفاده کنین، میتونید با وارد شدن به این بخش تنظیمات مربوط به اون رو ببینید که این قلم نوری هم به صورت بلوتوث هستش که در اینجا بلوتوث سیتینگ رو به شما میده که به همون تنظیمات بلوتوث میتونیم برگردیم و همین که میتونیم به صورت وایر یا سیمی بوده باشه که شما از اون استفاده کنید. ولی از اونجایی که هنوز ما قلم نوری به دستگاه وصل نکردیم، تنظیماتی در اینجا به ما نمایش داده نمیشه. خب پس تا این بخش هم با تنظیمات مربوط به سخت افزار و کنترل کامل سخت افزار در اوبونتو آشنا شدید. در بخش بعدی هم میخواییم بخش های سیستم بکاپ رو، دیتیلز، سافتویر آپدیت و تنظیمات مربوط به سیستم رو که در اینجا مشاهده میکنید رو به شما آموزش بدیم.